ویدیوی یه نسخه یه دوبله یه خود سریال رو پس از پخش از شبکه های میتونید از کانال تلگرامی مشکی که لینکش رو در بخش توضیحات ویدیو گذاشتیم تماشا کنید. سلام این پاورقی قسمت 131 زبان اصلی سریال سیب ممنوع است همزمان با پخشش در ترکیه. کوم رو از دیدن اندر به عنوان نامزده چاتای شوکه میشه. اون از گفتن خبر بارداریش به چاتای پشیمون میشه و با عصبانیت از اونجا میره. چاتای در مورد اینکه کومرو چی میخواست به اون بگه کنجکاو میمونه تو رستوران عمر جانر به امیر خبر میده که اندر و چاتای نامزد کردن امیر متعجب و کلافه میشه جانر میگه این بار واقعا میخوان خونه رو تعمیر کنن امیر میگه ایرادی نداره و مدتی با عمر هم خونه میشه کمی بعد اکین به رستوران میاد و وقتی ماجرا رو میفهمه به امیر پیشنهاد میده که به خونه اون بره امیر هم قبول میکنه تو خونه یه دوان آیسل موقع خالی کردن سطلای زباله بیبیچک میبینه و خوشحال میشه. اون پیش آسمان میره و بیبی چک رو نشون میده و خبر میده که به خواستش رسیده و یلدیز بار داره. آسمان هم خوشحال میشه. کوم رو با مریچ بیرون رفته و به اون میگه اندر و نامزد های کردن. بعد خبر میده که از چهت بار داره. مریش تعجب میکنه از کومرو میخواد که موضوع رو به چاتای بگه اما کومرو قبول نمیکنه. اندر با جنر تماس میگیره و از اون میخواد که اکینو به خونه یه چاتای بفرسته تا با اون صحبت کنه. اکین به خونه یه چاتای میره. اندر و چاتای خبر میدن که برای توافق کاری با هم نامزد شدن و بعد دوباره در مورد دشمنشون با دوان توضیح میدن و از اکین میخوان که با سرمایه گذاری به اونا کمک کنه تا سهام رو افزایش بدن. اکین در نهایت قبول میکنه. شب تو خونه ی اکی امیر از اون تعریف میکنه و میگه اون با کسی کاری نداره و آدم خوبیه. اکین میگه بعضیا باعث خود شدن اعصابش میشن و بعد از پنجره همسایه روبرویی رو نشون میده و میگه اون شخص رو چند و قبل در حال لگد زدن به یه سگ دیده و ازش عصبانیه. اندر با گیلدیز تماس میگیره و اونو دوان رو برایشان به رستوران دعوت میکنه. وقتی اونا به رستوران میرن، اندر خبر میده که نامزد کرده. بعد چاتای به رستوران میاد و دوان و گیلدیز از دیدن اون به عنوان نامزد اندر شوکه و عصبانی میشن. یلدیس هم عصبیه و دوان به اون میگه میدونه اونا چرا این کارو کردن و با اون مشکل دارن و بعد از اونجا میرن. روز بعد امیر متوجه میشه پلیسا توی کوچه و یه قتل رخ داده او میفهمه که همون همسایه روبرویی اکین با چاقو کشته شده امیر متعجب میشه و با تصور اینکه اکین این کارو کرده دلهوره میگیره یلدیز به شرکت میره و متوجه میشه اندر اتاق اون رو عوض کرده و اتاق کوچیکی رو به یلدیز اختصاص داده. ایلدیز عصبانی میشه و به اتاق اندر میره و باهاش بحث میکنه. اندر میگه یلدیز برای هرس دادن اون با دوان ازدواج کرده و حالا هم از اینکه اندر با چاتای نامزد شده عصبیه. یلدیز اینو انکار میکنه. دعوای اونا شدت میگیره و چاتای و دوان به اتاق میرن و وساطت میکنن. دوان یلدیز رو از اتاق بیرون میبره. امیر توی رستوران ماجرای قتل همسایه رو تعریف میکنه و میگه حس میکنه اکین این کارو کرده. جان رمی رو مسخره میکنه و میگه اون خیال بافی میکنه و چنین چیزی امکان نداره. کومرو با مریج تماس میگیره و میگه تصمیم داره بچه رو سخت کنه. اونو مریج به مطب دکتر میرن. اما لحظه آخر کومرو پشیمون میشه و بیرون میاد. اونو مریج به خونه میرن و کومرو به مریج میگه تصمیم داره بچه رو نگه داره. مریش خوشحال میشه و کومرو رو بغل میکنه. دوان از یلدیز میخواد آماده بشه تا شب بیرون برن اون برای یلدیز لباس میفرسته یلدیز آماده میشه و موقع رفتن دوآن یه سرویس جواهر به اون میده تا به گردنش بندازه بعد میگه میخواد اونو با پرواز اختصاصی به وین به یه اوپرا ببره اونا بیرون میان و سوار ماشین میشن تا به فرودگاه برن اما دسته چاتایی در اندر دمه درستن و از دیدن یلدیز و دوان که آشقانه رفتار میکنن اصنبانی میشن اونا وارد خونه میشن و این در میگه میتونه رفتار عاشقانه اونا رو تحمل کنه و ازدواج اونا در حال واقعی شدنه. چاتا اینو قبول نداره و میگه اونا برای هرس دادن اون اینطوری رفتار میکنن. شب مریچ از کومرو میخواد با هم بیرون برن. کومرو میگه حال نداره و میخواد استراحت کنه. آسمان برای حالش جان موزیک گذاشته و باهاش بازی میکنه. کومرو که نمیتونه بخوابه کلافه میشه و پیش اونا میره. اون زفت و خاموش میکنه و با آسمان بدرفتاری میکنه و اونا رو بی و سطح پایین میدونه. روز بعد وقتی یلدیز میاد آسمان به اون میگه میدونه بارداره. داره. یلدیز اینو انکار میکنه و میگه باردار نیست. آسمان متعجب میشه. بعد خبر میده که شب گذشته کومرو با اون بدرفتاری کرده. گیلدیز عصبانی میشه و به اتاق کومرو میره تا بهش تذکر بده. کومرو که دل درد داره با یلدیز بحث میکنه اون ناگهان خون ریزی میکنه. یلدیز شوکه میشه و متوجه میشه کومرو بار داره. اون سری به کومرو کمک میکنه و اونو به بیمارستان میرسونه. کومرو بستری شده و وقتی گیلدیز به اتاق میره به خاطر اینکه کومرو بچش رو از دست داده ابراز تاسف میکنه. کومرو دست گیلدیز رو میگیره و به خاطر رفتارهای گذشتهش ابراز پشیمونی میکنه و ازش عذرخواهی میکنه. گیلدیز جا میخوره و اونم دست کومرو رو میگیره. ممنون از اینکه با من همراه بودید. خدا